شب القمر، تو خوشت نمیاد که بگن قمر ماه دو نیمه شد. تو او رو اصلا مثل خدا میدونی، کسی نمیتونه در او تصرف کنه، او رو دو نیمه بکنه. نه نه، لذا تو از این حرفا خوشت نمیاد. خب روی سخن مولانا در لفافه به کسانی هست که این گونه آیات رو هم تأویل میکنند، یعنی میگن انشق القمر معنیش این نیست که این خورشید شکافت، منظور این هستش که یعنی به طریق مجاز ما میگیم فلانی شق القمر کرد، یعنی خیلی کار مهمی کرد، میگن منظور اینه، نه اینکه واقعا ماه دو تکه شد و شکافت. حالا بر باره اون آیه و اینا بحث خیلی زیاد است. منکری این را که شمس کورت، شمس پیش توست اعلی مرتبت، به همین دلیل این رو هم خوشت نمیاد و قبول نداری که گفته شود یه روزی میرسه که این خورشید تاریک میشه، بیفروغ میشه، از شمس و کبرت و از نجومون کدرت و الی آخر سوره هایی که در سوره های مکیه پایان قرآن میگه. لابد تو این رو هم نمیخوای قبول بکنی. حالا اتفاقا این خیلی جالبه که هم قرآن میگه که در قیامت خورشید تاریک خواهد شد و هم علم جدید، نجوم جدید میگه که این خورشید نهایتا تاریک خواهد شد، بلکه تا کنون سه چهارم او تاریک شده مطابق نظر کیهان شناسان و خورشید از یک چهارم حجم خودش نور میفشاند و نور فشاندن خورشید هم در واقع آب شدن خورشیده، یعنی از خودش بر میگیره، از جرم خودش بر میگیره، اون رو تبدیل به نور میکنه و میفرسته پایین و نورم دیگه بر نمیگرده به خورشید چنان که پیشینیان میپنداشتن. بنابراین واقعا این خورشید داره آب میشه، داره مثل یه گوله برف، البته گوله برف که نیست، یه گوله زغال داغ در آب میشه و از بین میره. اما این که حالا کی، اگر خورشیدی در اصل بماند و چیزهایی با او مثلا تصادم نکنند و اتفاقات کیهانی غریبی نیفته، همین طور که تا کنون به نورفشانی خودش ادامه میداده بده، گویا چند میلیارد سال بعد کاملا تاریک میشه. ولی بالاخره منجم های امروز هم از شمس و کورت رو قبول دارن، نمیتونن نداشته باشن، اونا مال عهد مولانا بودن. منکری این را که شمس و کورت، شمس پیش توست اعلی مرتبت، خیلی مقام بالایی براش قائلی، از ستاره دیده تصریف هوا، ناخوشت آید از النجم و هوا. از النجم و هوا باز قرآن دیگه، سوره نجم و نجم ازا هوا، وقتی که ستارهی بیفتد افول کند. میگوید که تو از ستاره ها تصریف هوا، یعنی حوادثی رو که در هوا رخ میده مثل وزیدن باد و غیره، اون کار رو میکردن دیگه. انوری شاعر قرن پنجم دوران سلطان سنجر سلجوقی، ایشان ضمناً یک ستاره شناس هم بود، از همین منجمایی که اینجا مولانا از آنها یاد میکند و در آنها طعن میزند. این پیشبینی کرده بود که در فلان روز باد بسیار شدیدی خواهد وزید به طوری که خانه ها بر باد خواهند رفت. گفت انوری که در اثر بادهای سخت ویران شود کرانه و کاخ سکندری، در روز حکم او نوزیده از هیچ باد، یا مرسل الریاح. تو دانی یا انوری، مرسل الریاح از اسمای خداست، یعنی ای فرستنده بادها، تو میدونی یا انوری؟ اومد گفت که فلان روز چنان بادی خواهد وزید که کاخ سکندری ویران خواهد شد. اینجوری بود دیگه، از ستاره دیده تصریف هوا، میگه تو این چیزها رو معلول اونها میدونی، بنابراین خوشت نمیاد که قرآن بگه اذا النجم هوا یا و النجم اذا هوا. خود مؤثرتر نباشد مه زنان، ای بسانان که ببرد ارق جان. این ستاره ها هرچی هم تأثیر داشته باشه از نان که مؤثرتر نیستن، ولی خیلی نان ها هستن که رگ حیات رو میبرن، ارق جان رو میبرن. چون بود، بله این اتفاق میافتاد در گذشته، اون قارچ سمی
که به اصطلاح تخم سرع به اون میگفتن در دفتر اول هم از مولانا خوندیم ظاهر الفاظشان توحید شر باطن آن همچو در نان تخم سرع. تخم سرع بود که میخوردن گاهی دیوانه میشدن و اگرم بیشتر از اون بود که به اصطلاح مرگ میامد. گیاهی که ارگو مینامند و داروی ارگوتامین رو از او میگیرن که موجب تشنجات رحم میشه و گاهی هم برای پیش انداختن زایمان از اونها استفاده میکنن. به هر حال ولی خب اولا یه داروی خطرناکی بود، در مواردی و اندازه‌های خاصی باید مصرف کرد و بعد هم وقتی پنهان باشه مثل تخم سرع در نان پنهان باشه، خوردن اون نان موجب سرع و گاهی مرگ میشه. لذا مولانا میگوید که بازم بحث استقرا یادتون باشه، نان همیشه به آدم جان میده و نیرو میده ولی نه همیشه، گاهی هم نمیده بلکه رگ حیات رو میبره. استقرا ناقص نکنید.